سلام های گرم منو بپذیرید. کیوان جاوید هستم و شما بیننده برنامه میزگرد در تلویزیون کانال جدید هستید. جهان از 2010 تا 2020. در جهان چه گذشت؟ چه رویدادهایی توجه ها را جلب کرد؟ جهان به کجا رفت؟ پس رفت کرد؟ پیش رفت کرد؟ مبارزه مردم به کجا رسید؟ دولت ها چه کار کردند؟ طبقه حاکم به کجا رسید؟ سرمایه‌دارها چقدر سرمایه‌دارتر شدند، فقرا چقدر فقیرتر شدند، فاصله طبقاتی بین مردم و سرمایه‌داری و سرمایه‌داران به کجا کشید؟ موضوع میزگردیه که امروز با ستن از رهبری حزب کمونیست کارگری ایران، فاتح بهرامی، مصطفی صابر و بهرام سروش داریم. خوش اومدید به این برنامه مهمانان عزیز. من خیلی ممنون، مرسی. اولا تبریک میگم سال نو میلادی رو به همه شما عزیزان و سوالمو من از مصطفی صابر شروع میکنم. مصطفی صابر، اگه یک تصویر کلی از جهان طی این 10 سال بدید، از 2010 که وارد شدیم تا الان چند روز که در 2020 هستیم، چه تصویری از جهانی که درش زندگی میکنیم میتونید بدید؟ بفرمایید. خب اگر بخوام به سوالاتی که شما مطرح کردید پاسخ کوتاه بدم، تو این 10 سال پول داره ثروتمندا ثروتمندتر شدن و ثروتشون بیشتر شد و توده وسیع مردم فقیرتر شدن. ما تو این 10 سال دیدیم که از ابتدای دهه ما می‌دیدیم که مثلا پول ثروتمندهای دنیا که تعدادشون مثلا 70-80 نفر بود و میشد توی اتوبوس دو طبقه جا داد، تعدادشون کمتر و کمتر شد. یعنی کسانی که ثروتشون برابر نصف ثروت دنیا هست و آخر دهه اینا رو میشد توی چه میدونم یه سواری که 7-8 نفر رو جا میگیره جا داد. یعنی دائما فاصله طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی وسیع‌تر و وسیع‌تر شد تو این 10 سال. این یه اتفاق مهمی که افتاد. اتفاق مهم دیگه ای که افتاد این بود که تو این 10 سال وضعیت محیط زیست و وضعیت زندگی بشر روی این کره خاکی سختتر و سختتر شد و کره زمین هی گلوش بیشتر فشرده شد که اونم باز دلیلش سوداوری سرمایه‌داری و این که همش دنبال سوده. تو این 10 سال خب سرمایه‌داری یا دولت‌های سرمایه‌داری تحولات و تغییراتی پیدا کرد که حالا میشه بیشتر روش صحبت کنیم، ولی مجموعاً یک بحران سیاسی عمومی رو نشون داد، یه سردرگمی رو نشون داد تو این 10 سال. که حالا مثلا یه مثال شاخصش اینه که مثلا فرض کنید پدیده ترامپ و اینا تو این 10 سالی که ازش صحبت میکنیم عروج کرد که همه رو بهت زده کرد. اینا سرخطای اصلیه که میشه تو این 10 سال راجبش صحبت کرد و کلن وضعیت بشر تو این 10 سال به نظر من بدتر شد. در این حال تو این 10 سال اعتراضات و مبارزات زیادی هم بود. اینم خوب اشاره بکنم، دهه 2010 با انقلابات بهار عربی شروع شد که خودش یه فصل جدیدی رو در واقع در تاریخ معاصر بشر شروع کرد که حالا اونم میشه باز بیشتر راجع بهش صحبت کرد. بله، فاتح بهرامی، در این 10 سال از آخرین صحبت مصطفی صابر شروع میکنم، مبارزات، امید در این 10 سال در بین توده های وسیع مردم در سراسر دنیا به اینکه میشه تغییر داد، میشه اعتراض کرد و خواسته هایی رو به دست آورد، چقدر جایگاه داشت در 10 سال گذشته؟ خب فرحال مبارزه مردم جدا از امید بالاخره یه واقعیت و یه ناچاری بود. در واقع اون بحران اقتصادی که تو دهه قبلش 2008-2009 شروع شد، پس لرزه های اون توی به اصطلاح دهه جدید باعث شد که به اصطلاح همین نکاتی که مصطفی صابر اشاره کرد رو بیاد، اون تقابل شدیدی که بین دو طبقه اصلی جامعه وجود داره و اون شکاف بزرگی که هست، بالاخره باعث شد که در اشکالی بحران سرمایه‌داری خودش رو اینطوری نشون بده. در سطح بالا
حتی درگیری داخل خود بورژوازی به اصطلاح بالا گرفت و در پایین به اشکال مختلف مردم شروع کردن اعتراض، یعنی گرایشات خیلی ارتجاعی توی سرمایه‌داری خودش رو نشون داد، اومد جلو، از داعش و از دست راستیا و از نجات پرستا بگیر تا از این ور در سطح مردم، مبارزه مردم در اشکال مختلف دیگه توی خاورمیانه، بهار عربی، توی ایران، توی خود کشورهای غربی، اعتراضات خیلی وسیع مردم در ابعاد گوناگون که هنوزم ادامه داره، اینو شاهد بودیم. دلیل واقعیش هم اینه که خب بالاخره مردم وقتی به زندگیشون، به معیشتشون حمله میشه، به آزادیاشون، به حرمت انسانیشون حمله میشه از جانبای مختلف و این دولت ها میان در واقع اینو محدود میکنن، خب مقابله میکنن با این و این مقابله رو ما امروز میبینیم که در ابعاد خیلی جدی شروع شده. یعنی پایه های اصلی مثلا توی خود غرب دموکراسی برای مردم زیر سوال رفته، چیز مقدسی بوده و خصوصیتی که تمام این سالا اینا دفاع میکردن که دارن از یه چیزی دفاع میکنن که مثلا تو کشورهای جهان سوم نیست به اصطلاح، این برای مردم زیر سوال رفته و برای همین اون چیزی که تو دهه قبل که گفتم، هم اون بحران سرمایه داری، همون اتفاقاتی که سر جنگ و اینا اتفاق افتاد، 11 سپتامبری که وجود داشت، اومد در واقع خودش رو این دفعه در ابعاد خیلی شدیدتری مثل داعش و امثالهم نشون داد که الان این داستان داره ادامه پیدا میکنه. ولی چیزی که امروز راستش شاخصشه و آدم میتونه ببینه در انتهای این داستان، انتهای این دهه، بدتر شدن وضعیت بورژوازی از لحاظ بی‌اعتباری و عدم مشروعیتش و یعنی قدرت هنوز دستشه و مردم هم دارن به هر حال اعتراض و مبارزشون به نظر من داره اشکال جدیتری پیدا میکنه و علیه به اصطلاح این سیستم روز به روز مبارزه جدیتر میشه. بله، در برام روش اتفاق دیگری که میشه روش انگشت گذاشت، وضعیت اقتصادی مردم در سطح جهانه، از کشورهای آفریقایی تا آمریکا تا خاورمیانه و تا آمریکای لاتین، همه جا چه تغییری در اروپا. اروپا یک دولت رفاهی بود و خیلی جاها از دست رفت. شما اگه بخواید وضعیت اقتصادی مردم رو در کره ارض بخواید بررسی بکنید یا یه تحلیل خیلی عمومی بدید، چه برداشتی دارید؟ بفرمایید. خیلی من به هر حال نگاهی که الان داریم ما میکنیم به 10 سال گذشته، خب اینجور نگاه های فرصتی به آدم میده که توی برهه زمانی معینی سعی کنه یه روندا و گرایشاتی رو، پیوستگی ها رو سر بکنه ببینه. این کمک میکنه مخصوصا وقتی که یه دهه رو بررسی میکنه. برها این خود این مقاطع اختیاری هم، ولی این فرصت هم میده که ببینه در رابطه با بحران اقتصادی که دوستان دیگه هم اشاره کردن که در اواخر قبل از حدود 2007-2008 شروع کرد، بازتابش ادامه داشت توی شروع دهه 2010. ولی این کل ماجرا نیست. برای یکی از عمیق‌ترین بحران‌هایی بودی که سرمایه‌داری داشته، ولی در نظر بگیریم که این سیستم خودش رو بیشتر از همیشه نشون داد که سیستمی که چقدر متناقضه با خواستا و رفاه مردم، با نیازهای مردم، سیستمی که بر اساس سوداوری، مصطفی صابر هم اشاره کرد که یه تعداد قلیلی از افراد که تعدادشون کمتر و کمتر میشه، مثلا 1% 0.1% 1% تازه یه چند خانواده عملا مثلا نصف ثروت جهان در اختیار دارن. به این شکاف عظیمی که به وجود اومده بین مردم کارکن، مردم 99% جامعه عملا و این 1% ها، به ویژه تو این دوره خیلی آشکارتر شد و از این نظر میبینیم که دو تا روند رو میبینیم. به نظر یه روند خود سرمایه‌داریه، خود نظام سیستمی که میخواد خودش حفظ بکنه، که سعی میکنه بار بحرانش رو بندازه رو دوش مردم و از اونا بکشه و این همین کارو کردن. و در این حال یه روند دیگه مردمه که به نظر من برعکس دوره بحرانهایی که قبلا بود تو قرن بیستم، به نظر من این بار
به تحولات و قطبی شدن جامعه، به پولاریزاسیون جامعه انجام میده. یعنی شما میبینید که در یک طرف که حملات سرمایه‌داری شروع شده که مردم رو تم بدن که دوباره به بحرانش فائق بیاد و یه دور جدیدی از انباش سرمایه رو شروع بکنه، سودآوری رو شروع بکنه، در این حال مردم میمارن و کل نظام رو به چالش طلبیدن و جامعه قطبی تر شده. شما برای همین در سطح سیاسی هم جنبش‌های راست افراطی داریم شکل گرفته، مثل ترامپ، مثل خود انگلیس جریان بوریس جانسون و راست طرفدار برکسی و در آلمان و کشورهای دیگه هم همینطور. ولی در کنارش هم شما دیدین که عروج سوسیالیسم رو میبینه، عروج کسایی که شروع کردن گفتن که ما این نظام رو نمیخواییم. مثلا جنبش اشغال یکی از اون دوره ها بود، همزمان با اون بهار عربی، دوره انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا، که تو با جنبش اشغال و اشغال میادین توی اکثر کشورهای غربی گفتن که این مشروعیت نظام رو از نظر سیاسی، نظام پارلمانی، دموکراسی پارلمانی رو زیر سوال بردن و گفتن که ما درش بی اختیاری. میخوام بگم که اینها دو روندی بود که به نظر ما شاهد بودیم در اقتصاد سیاسی 2010 تا 2020. بله، تصویری که مصطفی صابر، مردم عموما، رسانه ها از آمریکا میدادن، آمریکا کشور رویاها هست بود، یعنی اینجوری میدادن، یعنی سرزمین فرصت ها و هر آدمی میتونه از هر کجای دنیا بره اونجا و خوشبخت بشه اگه تلاش کنه، اگه کار کنه، اگه زحمت بکشه. تصویری که و بعدن همین تصویر اوباما اومد و اینو گفت ما میتونیم تغییر بدیم، ما میتونیم عوض کنیم. آمریکا رو شما به عنوان مظهر بزرگترین کشور سرمایه‌داری دنیا در این 10 سال چه روندی رو طی کرده از نظر سیاسی و اقتصادی؟ بفرمایید. ببینید، چه آمریکا چه جای دیگه، تو این 10 سالی که دزی صحبت میکنیم از 2010 تا 2020، همونطور که فاتح بهرام گفت، اساساً تحت تاثیر بحران عظیم 2007-2008 هستیم، هممون، همه جای دنیا و به ویژه آمریکا، چون اون بحران 2007-2008 مرکزش آمریکا بود و مسئله مسکن و اینا تو همون آمریکا، که اوباما تا قبلش با این شعار که ما میتوانیم و ما دوباره میتونیم اون رویای آمریکایی را زنده کنیم و فلان این حرفا به قدرت، یعنی رأی آورده بود و رئیس جمهور شده بود، یهو مردم متوجه شدن که بعد از مسکناشون برن بیرون و خیلی ها مسکناشون هم از دست دادن توی اون ماجرای بحران 2008. و اوباما هم کسی بود که آمد با پول به اصطلاح مالیات دهنده‌ها، با پول دولت، اون بانک‌های بزرگ و مؤسسات بزرگی که ورشکسته شدن تو جریان بحران دوباره اینا رو خرید و دوباره به قول انگلیسی بیلات کرد و سرپا نگه داشتشون. و این در حالی بود که مردم به روشنی داشتن میدیدن که قربانیان اصلی اون بحران، یعنی مردمی که خونهاشون از دست دارن میدن، به چه بدبختی دچار شدن. از اون ور این مقامات و رؤسای شرکت‌های بزرگ حتی به اصطلاح پاداشای هنگفتی گرفتن که اون دوره صداش در اومد و خشم خیلی از مردم رو برانگیخت. اینا رو واسه این گفتم که در جواب به سوال شما بگم که چجور به اصطلاح اون حباب اوباما ترکید، یعنی فورا معلوم شد که اون صحبتایی که اوباما میکرد یک پروپاگاندا بود. من یادم خودم با دوستای کاناداییم که خیلی امید بسته بودن به اوباما که حالا اوباما میاد درست میکنه اینا، من بهشون میگفتم که من از حالا بهتون میگم، از همون روز اول بهشون گفتم اگه شما رو دیسپوینتد کرد یه وقت جا نخوری ها، این حرفایی که این میزنه پای و مبنایی نداره، چون که سرمایه‌داری اون ظرفیت رو نداره که بخواد این کارا رو بکنه. یعنی میخوام بگم بحران 2008 یک تغییر کیفی، تحول کیفی و اساسی در کل جهان و از جمله آمریکا به وجود آورد. که حالا در ادامه صحبت قبلی، سوال قبلی که از بهرام سروش پرسیدید،
من میخوام اینجوری بگم، بحران 2008 خودشون هم گفتن که این فرو ریختن دیوار برلین وال استریت بود، یعنی یک تحول کیفی و اساسی در سرمایه‌داری وجود آورد. تا قبل از بحران 2008 هنوز دوره نئولیبرالیسم و جهانی سازی و سوداوری‌های عجیب غریب در جریان بود و با این بحران یک بار کل سرمایه‌داری رفت توی یک وضعیت خیلی شکننده‌ای و خب قربانیان بحران هم همون مردم آمریکا بودن و مردم جاهای دیگه دنیا بودن و هنوز هم هستن و سرمایه‌داری بعد از اون بحران 2008 نمیتونست بره الگوی کینزی رو که تو بعد از جنگ جهانی دوم برقرار کرده بود دنبال کنه، نه الگوی فریدمن رو که بعد از با اومدن ریگان و تاچر و اینا سر کار نمیتونه اون رو دنبال کنه. یه دوره سردرگمی و بی افقی بورژوازی از لحاظ بحران، از لحاظ اقتصادی و اوضاع، اینم یه جمله بگم، اوضاع اقتصادی سرمایه‌داریش الان از لحاظ اشباع سرمایه در جهان و به قول مارکس بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه و پایین آمدن نرخ سود، الان اوضاع شبیه 1910 یعنی تو وضعیتیه که سرمایه‌داری با دو تا جنگ، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم ازش بیرون اومد. الان اوضاع اقتصادی به اون بدی هست و شبیه اون، خود اینا رو خودشون دارن، من بحثای من نیست، بحثای مثلا فرض کنین پیکتیه که اومد این خطرها رو گفت. در ضمن پیکتی هم کسی بود که تو این دوره اومد اون کتاب کاپیتال در قرن 21 رو نوشت و همین هشدارا رو اون به سرمایه‌داری داره میده. پیکتی که مورد استقبال حزب دموکرات آمریکاست، مورد استقبال حزب لیبر انگلیسه و غیره. بله فاتح برامی، دنیا غیر از آمریکا، اون رویاهای آمریکایی، مبارزه در آمریکا، عروج سوسیالیسم در آمریکا، به هر درکی که دارن، اینکه دولت و باید در سرنوشت مردم دخالت داشته باشه، مردم مثل دستمال کاغذی به دور انداخته نشن، چیزی که خیلی در آمریکا وجود داشت. اما برسیم به کشورهای مثلا خاورمیانه. اوضاع خاورمیانه در این 10 سال شما چطور بررسی میکنید؟ به نفع بشریت تموم شد در کل، از شروع که معلوم ما از سوریه رو داریم و بعد عروج داعش رو داریم و اتفاقات بسیار دردناکی افتاد، ولی مجموعاً این اتفاقات دردناک چه بود و مبارزه علیه این وضعیت رو شما کدوم بزنگاه‌های تاریخی رو شما میتونید نام ببرید؟ بفرمایید. من اجازه بدید یه نکته سر سوال قبلی بگم سر آمریکا. من علاوه بر نکاتی که مصطفی صابر اشاره کرد، اینم بگم که آمریکا به هر حال بعد از یه دوره‌ای و بعد از در واقع فروپاشی بلوک شرق و حمله به عراق و اینا، تو جهان سرمایه‌داری موقعیتش داشت متزلزل می‌شد، به لحاظ اقتصادی عقب افتاده بود، در مقابل چین و آلمان و اینا ضعیف شده بود و حتی کسی هم زیاد در واقع خطش رو نمی‌خوند. اوباما در واقع یه نقشش هم علاوه بر جنبه‌های اقتصادی بود که دو مرتبه امریکا رو توی سطح دنیا با یه استراتژی دیگه که با مشت باز این دفعه بیاد به اصطلاح، مثل همه که گذشته که امریکا در واقع رهبر جهانی نه، بلکه مثل شریک بقیه بیاد جلو، با این سیاست اومد جلو و در مقابل مردم با سیاست اینکه تغییر می‌خوایم بدیم. و این قضیه خیلی سریع به هر حال مصطفی اشاره کرد رفت کنار و بعدش دنبالش یکی مثل ترامپ اومد که در واقع شکست خود این سیاست، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اون موقعیتی که توی دنیا قرار بود امریکا به دست بیاره، که نه تنها نیاورد، از داخل خود کمپ دولتی ها و بورژوازی همه گفتن که آبروی امریکا رفته، امریکا موقعیتش نداره. به هر حال ترامپ اومد با این که عظمت امریکا رو برمیگردونم و بچسبیم به خود امریکا رو، در واقع انزوا بچسبیم به خود امریکا و جهان ول کنیم، و از این سیاست هایی که حالا میشه سرش بحث کرد اومد. و البته به لحاظ اقتصادی یه مقداری وضعشون تو این دوره خوب شده که همین میشه بحث کرد به چه قیمتی و چه معنی داره. در مورد خاورمیانه من خیلی خلاصه بخوام بگم، به هر حال یه جنبه قضیه این بود که این به حال عربی یه مسئله رو نشون داد که توده های به اصطلاح که میگن پا برهنه، مردمی که هیچی نداشتن،
از تونس و عراق و لیبی و همه اینا به پا خواستن و علیه این دولت ها شوریدن و خب نتیجهش بالاخره توی هیچ کدوم از این کشورها مثبت نبود. توی سوریه تبدیل شد به انقلابی که مردم شروع کردن، تبدیل شد به جنگ داخلی و سرکوب وحشیانه ای که 500,000 نفر آدمو از بین برد توسط جمهوری اسلامی و خود اسد و کمک روسیه و اینا. لیبی رو میبینیم که تبدیل شده به جولانگای اسلامی ها و بدتر از خیلی از همه مناطق. توی مصر هم همینطور، اینجا انقلابی شد، یه رژیم 30 ساله دیکتاتور مثل انداختن به جاش مبارک و انداختن به جاش جریان اسلامی اومد که بعدش هم اونم توسط به اصطلاح جریان نظامی بازم رفت کنار و آقای سیسی جاش رو گرفت و در واقع مثل شبیه همون دوره مبارک شد. منتها توی ایران که نگاه میکنیم و توی عراق دو تا حرکت خیلی اساسی الان امروز شروع شده علیه جریان اسلامی. توی ایران که به اصطلاح از نه فقط این دوره اخیر 96 و 98 که باید بحثش رو بکنیم، توی سال 88 مردم در ابعاد وسیع اومدن، در واقع 30 سال مردم مبارزه میکنن این رژیم رو بندازن و توی عراق به طور خیلی جدی مبارزه علیه دولت فعلی به عنوان جریانی که در واقع دست نشانده جریانات اسلامی و جمهوری اسلامی و امریکا و ایناست و یک دولتی که درست شده از گروه های قومی و به اصطلاح مذهبی، مردم اینا رو نمیخوان، بهشون حمله میکنن، دفاتر احزابش رو با آتیش میکشن و در واقع یک جنبش مترقی آزادی خواهانه توی عراق داره دو بار توی این دوره خودش داره نشون میده علیه این سیستم. یعنی یک موج آزادی خواهانه ضد اسلامی توی خاورمیانه بلند شده که پیروزی چه تو عراق، چه توی لبنان، چه توی ایران، هر کدوم در واقع باعث میشه بقیه تقویت بشن و این جریانات رو به طور کلی، جریانات ارتجاعی رو از منطقه پاک بکنه. این چیزیست که به نظر من شانس خیلی زیادی داره و به هر حال کشورهای مختلف دیگه میشه سرش صحبت کرد ولی بحث من طولانی شد، اینجا کم میکنم. از جمله ترکیه. همونطوری که من همیشه تو برنامه ها میگم و امروز نگفتم، دوستان تو صحبت های هم دیگه میتونین کامنت های کوتاهی بدید، حتی اگه بعضی جاها زاویه ای دارید یا میخواین تکمیل کنید. به هر حال گفته باشم که شما این وقت رو دارید. اما برام سروش، در اروپا جریان دست راستی ها خیلی جاها تو دولت هستن. این نشون میده که اروپا افت کرده از نظر آرمان خواهی، امید به تغییر، بهبود زندگی، برای اینکه تو انگلیس ارتجاعی ترین و دست راستی ترین ترامپ کوچیک اینجا میگن رو کار اومده، تو اتریش گرفته تا جاهای دیگه. وضعیت اروپا رو من میخوام از نظر سیاسی شما توضیح بدید. بفرمایید. منم به توصیه شما، ولی خود من میخواستم بگم یه نکته کوچیک اشاره کنم در رابطه با اوباما. خواستم ببینم اشاره کنم که از نظر اگه یادمون باشه خود سر کار اومدن اوباما اساسا در پی شکست ملیتاریسم آمریکا بود، در به ویژه در خاورمیانه در پس از حمله نظامی به عراق. میخوام بگم که اون دوره‌ای بود که نیو کانسرواتیوا باید عقب نشینی میکردن و یه چهره جدیدی میومد که همون میگفت که من میخوام تغییر به وجود بیارم اینا. میخوام بگم که با این پلتفرمی که دیگه ما دخالت نمی کنیم و دوره حملات نظامی اینا تموم شده. به هر حال میخواستم بگم این جنبه قضیه هم بود، ولی به هر حال روندهایی که بعد از اینا اومد ترامپ اینا اونو میتونیم جداگونه هم بررسی بکنیم. در رابطه با اوضاع اروپا که اشاره کردید، من یه تو صحبت قبلی هم اشاره کردم، اوجگیری جریانات راست یه واقعیتیه ولی یک طرف سکه جهان اروپاست. در این حال میخوام بگم که وضعیتی که از نظر سیاسی به وجود اومده، به قول شما ترامپ کوچک که در انگلیس اومده، یه جوری پیشروی ناسیونالیزمه، ناسیونالیزم راست و تو و حتی چپ توی کشورهای اروپایی که تو به ویژه اگه بخوایم به شرایط انگلیس نگاه بکنیم میبینیم که در رأی به برگزیت
جدایی از اتحادیه اروپا سال 2016 یک نوع پیشروی ناسیونالیست، گرایش ناسیونالیستی در انگلیس بود، جنبش ناسیونالیستی و علم کردن پرچم راست و که تو بقیه اروپا هم شاهدش هستیم. ولی در این حال این توی متنی داره اتفاق میفته و یک کشاکشی وجود داره، چون همزمان دیدیم که چقدر جامعه انگلیس چپتر شد، در این حال قطبی‌تر و با خواستای خیلی رادیکال یه جنبش یه چپ اجتماعی اومد جلو و خواستای خیلی رادیکالی مطرح کرد در انگلیس. اینا چیزای تازه‌ای بودن تو انگلیسی که خیلی‌ها میگفتن که خیلی کشور محافظه‌کاره. خواهم بگم که این دو وجه واقعیت نشون دهنده وضعیت سیاسی کشوری مثل انگلیس، جامعه مثل انگلیس، در این حال شرایط مشابهی تو بقیه اروپا، اروپای کانتیننتال، اونجا هم ما شاهدش هستیم که یه بخشش به خاطر اینی که جریان راست از تروریسم اسلامی داره از اون استفاده میکنه، یعنی این دوتا گرایش، تروریسم اسلامی که پاش رسید به اروپای غربی با کشتارهایی که تو پاریس کرد شارلی ابدو و بعدن هم کشتاری که تو نایت کلاب کردن و حملات دیگه که بر همین شاهد بودیم. ببینید در اینا زمینه فراهم کرده که برای جریانات راست ناسیونالیست، نجات پرست، ضد مهاجر که بتونه اینا قدرم بکنن که تو آلمان میبینیم، تو سوئد میبینیم، حتی تونستن کرسیای رو به دست بیارن تو مجلس. ولی در این حال میخوام بگم که این یه وچه قضیه است، در این حال یه قطبندی شکل گرفته که یه جنبش اجتماعی چپ رادیکالتر و خیلی شفافتر اومده جلو و پشتوانش هم یک جوری جنبش اشغال بود که کاملا بی نتیجه نبود، با اینکه نمیتونست به اون اهدافش برسه تو 2011 تا 2012 نمیتونست برسه، ولی تکونی که تو جامعه غربی، جامعه غربی ایجاد کرد، هنوز به نظر من ما داریم شاهدش هستیم. من فکر میکنم این روند و این کشاکش بین چپ و راست جامعه و جدالهای سهمگین‌تری تو خود جامعه اروپایی رو ما شاهد خواهیم داشت. بله، ولی یه اتفاق خیلی جالبی که هست، میگن جنبش جرق زردها و اعتصابات عظیم که در فرانسه هست در 50 سال گذشته بی سابقه است. نبردی که جامعه علیه طبقه حاکم در فرانسه داره سازمان میده. اما مصطفی صابر، سربرآوردن روسیه به عنوان یک ابرقدرت نظامی، اینو چطور میبینید؟ روسیه ساکت بود سالهای سال بعد از شکست شوروی سابق، ساکت بود، ولی مشخصاً از در سوریه خودشو سازماندهی کرد به عنوان یک قطب بزرگی که بتونه رو در روی آمریکا و متحدینش وایسه، قدرت نمایی کرد. نقش روسیه رو در تقویت ارتجاع جهانی به منطقه چطور می‌بینید؟ خب الان روسیه در کنار جمهوری اسلامی و چین و اقمارشون یه چندتایی یه قطب ارتجاع رو توی جهان تشکیل میدن. آمریکا و دوستانش هم یه قطب دیگر رو، اینا دقیقا توی روس سوریه هم که میگید هر دو این قطب حضور داشتن، هرچن قطب جمهوری اسلامی روسیه و اینا نقش اصلی رو داشتن، ولی جاهای دیگه هم اینا در تقابل با هم دیگه دارن، یعنی هر دو وجوه مختلف ارتجاعی هستن که ما داریم میبینیم. منتها در رابطه با همین سوال و سوال در رابطه با اوضاع خاورمیانه، من میخوام اینو تاکید کنم که به نظرم انقلابات عربی، انقلابات بهار عربی، انقلابات شمال آفریقا و کشورهای خاورمیانه که 2010 شروع شد، از تونس شروع شد و راستش پس زمینش و به اصطلاح الهام دهندش هم جریانات 88 ایران بود که میشه 2009 میلادی، این به نظرم یه فصل جدیدی از تاریخ رو شروع کرد توی خاورمیانه و حتی توی سطحی توی جهان، حتی مسئله اشغال، جنبش اشغال و صحبتهایی که برام سروش کرد باز تحت تاثیر این
انقلابات هست. اینا به نظرم خیلی تحولات مهمی بودن. درسته که مثلا توی مصر بالاخره مبارک انداختن، ولی به قول فاتح بالاخره نتونستن اون چیزی که خودشون میخوان و برقرار بکنن. یا توی سوریه تبدیلش کردن به یک فاجعه علیه انقلاب و هنوز که هنوز مردم سوریه آوارو در به در و بیچاره شدن. ولی با این وضع خاورمیانه دیگه هرگز بر نگشت به اوضاع قبل از 2010 و کاملا عوض کرد همه چیزو. و من میخوام بگم اگر الان ما داریم توی لبنان، توی عراق جنبش‌هایی رو میبینیم که دارن جلو میان و میخوان وضع رو تغییر بدن، یا حتی اوضاع ایران چه 96 چه 98، اینا یه جور در ادامه یک روند عمومی‌تریه که به نظر من با انقلابات به سال بهار عربی شروع شد. حالا اوضاع ترکیه هم فاتح نرسید صحبت بکنه، اونم تحت تاثیر میخوام بگم یه تاثیر جهانی عظیمی داشت. و تو همین رابطه میخوام بگم دقیقاً از اونجایی که بورژوازی باید این انقلابات رو سرکوب میکرد، یه جاهای فضا باز شد واسه اینکه روسیه بیاد نقش ارتجاعیشو بازی کنه، از جمله توی خاورمیانه، از جمله توی سوریه این فضا خیلی باز شد. جمهوری اسلامی هم بهش کمک کرد که بیاد خودشو بازسازی کنه، با یه موقعیت بهتری به نسبت گذشته به دست بیاره. مجموعا میخوام بگم فضای جهانی، یعنی فضای سیاسی جهانی، ما اگر یه مقدار دورتر بایستیم اینو میبینیم و تو این دهه گذشته دیدیم. از یه طرف مردمی هستن که میخوان این وضع رو عوض کنن، چه به صورت جنبش اشغال توی خود نیویورک، چه به صورت الان نمیدونم که جلیق زردها توی فرانسه، چه توی انگلیس هم شورش ها و جنبشی بود، توی فرض کنید یونان ما شاهد اعتراضات و یک جور انقلابی بودیم، و توی بقیه کشورهای اروپایی، چه اونجا، چه توی ایران، چه توی مصر که الان سیسی هرگز مثل مبارک نشده و تا دائما زیر فشار اعتراض مردم هست و هر روز باید با زور سرنیزه اموراتش رو بگذرونه و هیچ وقت نتونسته اون اعتبار قبلی رو به دست بیاره. میخوام بگم ما مجموعا با یک جهانی روبرو هستیم که یه طرفش این دولت‌های سرمایه‌داری هستن که میخوان وضعیت موجود رو حفظ کنن، و یه طرفش این مردمی هستن که میخوان وضعیت رو عوض بکنن. این دقیقاً بله، اگه تمرکزم رو نقش روسیه به عنوان ارتجاع نه فقط منطقه‌ای بلکه ارتجاع جهانی چقدر میتونه بکوبه و بزنه، و همون جوری که در انقلاب ایران نقش مخرب داره، در سوریه نقش مخرب داشت، حتی در هر کجای دیگه، بتونه این روند انقلابی دنیا رو عقب بکشه. به نظرم نقش داشته، نقش آشکاری تو سوریه نقش داشته و قدرتگیریش تو سطح اروپا و کاری که با کریمه کرد و اونجا هم داره به اصطلاح، من نقشی که هنوز توی اقمار سابقش توی آسیا مرکزی داره همچنان به جای خودش باقی است، این نقش رو داره و میتونه بازم نقش ایفا کنه. منتها فراموش نکنیم تو خود روسیه هم جنبش ها و اعتراضات وسیع و گسترده ای بود که فعلا خفش کردن، ولی اونا هم یه وقتی سر برمیاریم. خواهم میگم این تصویر شاید کمک بکنه از این دهه قبلی تصویر بهتری داشته باشیم که چجور مبارزه طبقاتی جهانی شده، چجور ما با دو قطب انقلاب و مبارزه واسه بهبود اوضاع که کارگرها و مردم عادی و آدم های آزادیخواه اینا رو در بر میگیره، چه توی خاورمیانه، چه توی اروپا در وسیم، یه طرف هم قطب دولت های مختلف و قطب های مختلف سرمایه‌داری که الان یه قطبش روسیه و جمهوری اسلامی و الان هم ترکیه هم بینابین شده یه جوری، یه قطبش هم خود آمریکا و به اصطلاح کشورهای غربیه. بله، من نکته‌ای دارین؟ آره، من این بحث بالاخره اساس برمیگرده به بحران سرمایه‌داری و توی شکل‌های مختلفی. من این نکته اینجا می‌خواستم بگم، یعنی این بحرانی که ازش صحبت کردیم 2008-2009 در واقع بحران یک الگوی نهایی سرمایه‌داری هم بود که در واقع بعد از
شکست دولت‌های رفاه و اینا، این سیستم ریاضت کشی اقتصادی که به اصطلاح خودشون یا خیلی از چپا بهش میگن نئولیبرالیسم، که در واقع اومدن حمله به اتحادیه کارگری، مقررات زدایی، ریاضت کشی اقتصادی و دیکته کردن سیاست‌های بانک جهانی و از توی چارچوب جهانی سازی که میگفتن، در واقع این شکست، این بحران اخیر 2007 و 2008 و 2009 باعث شد در واقع خود اون سیستم هم امروز نزد همشون قبول بشه که شکست خورده. و شکست این سیستم در واقع به لحاظ ایدئولوژیک هم حتی یعنی ته اقتصادی برای سرمایه‌داری نمیمونه چیکار بکنه. توی یه منطقه سرکوب شکرده و از اون ورم توی کشورهای غربی حتی جایی هم که تونستن خودشون نگه دارن به اعتبار این بود که رفتن جاهای دیگه از طریق نیروی کار ارزان سوداشون رو بردن بالا، توی چین، توی کشورهای آمریکای لاتین، توی آسیای جنوب شرقی و این کشورهایی که کارگر ارزون بود و کارگر داره خودکشی میکنه از فشار کار، اونجا تونستن سیب. ولی همین هم امروز به بنبست خورده و این خودش پایه یه بخشی از این پروتکشنیزم و کشورهایی که میان دست راستی ها اومدن که میگن به خودمون بچسبیم و اقتصاد خودمون، منتها این در واقع عقبگرد سرمایه داری به این روش خیلی سریع شکست خودش نشون میده و نمیتونن دیگه توی اون محل، باید دو مرتبه برگرده دست به دامن بانک جهانی بشه بره توی منطقه‌ای که کار ارزان است. میخوام بگم بحران سرمایه‌داری بحران لاینحلیه، بجز سوسیالیسم جوابی برای این شرایط و این وضعیت نداره. برای همین اون سوالی که مربوط به جریانات دست راستی گفت، این از ناچاری این وضعیتی که خیلی سریع سرشون به سنگ میخوره. بله، من سوالی که میخوام بپرسم و میخوام شما بعدم برام سروش هم در ادامه صحبت کنه، فقط یه مقدار جمع جورتر باشه. داعش یه دفعه دنیا رو متحیر کرد، فاتح بهرامی یه دفعه در عرض فکر کنم نزدیک یه ماه نصف بیشتر عراق رو گرفت و رفت نصف سوریه رو هم گرفت. پدیده داعش در این دوره چه جوری میشه داعش رو معرفی کرد؟ چطور سر برآورد؟ جهان خاورمیانه عقب مونده مذهبی ضد تمدن اینو به وجود آورد یا دست دیگری رو کار بود؟ پدیده داعش چطور میشه توضیح داد؟ بفرمایید. خیلی روشن اینو به اصطلاح نه ما بگیم، خودشون میگن که این کشورهای مثل آمریکا، عربستان، قطر، ترکیه پشت این جریانات اسلامی وحشی بودن که این بلا رو سر مردم آوردن. خود خانم کلینتون گفته که به اصطلاح داعش رو اینا به وجود آوردن. معلومه که این محصول فرهنگ مردم تو اون جامع نیست، اینا رو درست کردن، ساختن، پول بهشون دادن، امکان بهشون دادن، آخر سرم بعد از اینکه کارشون کردن و به اصطلاح منافعشون رسیدن، گفتن حالا میریم از بغدادی و قبلترش هم بن لادن رو میکشیم و به اصطلاح داستان جوری پاک میشه. میخوام بگم قضیه در واقع اینطوری بود، اینا خودشون ول کردن و تو اون دوره توی سوریه که جنگ داخلی بود، ما شاهد این بودیم که بخش عمده ای از این نیروها دست به اصطلاح ترکیه و عربستان قطر بودن و بخشش هم سر کشورهای جمهوری اسلامی نقش داشت، امریکا نقش داشت. میخوام بگم تمام این گروه های مزدوری بودن که توسط این دولت ها ساخته شدن و به جون مردم انداخته شدن و امروز هم حتی همین منفعت رو براشون داره. هر وقتی بخوان جمعشون میکنن، هر وقتی هم لازم باشه دو مرتبه میرن سراغشون. طالبانی رو با اون شکلی که با امریکا جنگ داشت الان دارن باش مذاکره میکنن، میخوان نگرش دارن، میخوان برگردونن. این جدا از ضعفشون اینه که اینا فکر میکنن در مقابل کمونیسم و چپا و اینا به این جانوران احتیاج دارن، همچنان که جمهوری اسلامی دست پخت اینا بود در مقابل چپ. خب برام سروش، آیا فکر نمیکنین، یه خورده دارم خارج میزنم، آیا فکر نمیکنید وقتی جریانات مثل داعش و هر لحظه میتونن از مثل مهره‌ای بندازن به جون مردم، پدیده پیروزی انقلابات یا انقلاب کردن، مردم باید دستشون رو داغ بکنن وارد این مرحله نشن؟ تجربه‌ای که در سوریه داریم به طور مثال. خب قبل از این من یه نکته اشاره بکنم که در مورد داعش که فاتح بهرامی توضیح داد، و به یه جورایی جریانی مثل داعش ریشاش برمیگرده به جریان ارتجاع اسلامی که تو 57 ایران سر برآورد. میدونی میخوام بگم که ما داعش ایران رو داریم که قبل از این داعش
که تو عراق شکل گرفت بعدن تو سوریه اینا، قبل از اون ریشه هاش اون جریان اسلامی بود که به عنوان جریان ضد انقلابی برای جلوگیری مهار انقلاب، برای کوبیدن چپ و آزادی خواهی تو اون جامعه، اون جوامع جلو کشته شد و مورد حمایت هم قرار گرفت. ولی در رابطه با سوال شما که آیا اینا نشون نمیده که آدم باید دست به عصا باشه، برعکس، به نظر من تنها جریانی، تنها تحولی که میتونه جلوی این سرنوشت تیر و تار رو جلوی بشریت رو حالا تو ببیجه تو اون منطقه بگیره، از طریق اعمال اراده مردم، از طریق انقلابه. شما اگه انقلاب داشتی سوریه سوریه نمیشد، میدونی؟ اگه اون انقلاب سرکوب نمیشد، یعنی خواستایی که مردم داشتن، این تنها راه از بین بردن ریشه های همین مصائب و خشونت و کشتار و که نسل در نسل مردم دارن تجربه میکنن. میخوام بگم که این تداعی این که انقلاب یعنی خشونت یا این که نتیجه چی این خواهد شد، نه، اینا شکست های انقلابه، شکست و سرکوب خونین انقلابه که شاهدش بودیم. من میخوام یه خورده برگردم دیگه به مسئله به ایران، چون یه تقریبا 15 دقیقه بیشتر وقت نداریم به پایان این برنامه. مصطفی صابر، تحولات ایران در طی 10 سال گذشته از همون 2010 میلادی تا 2020 رو چطور در دنیا و در خود ایران چه جایگاهی میشه براش در نظر گرفت؟ بفرمایید. و همونطور که تو صحبت قبلی هم اشاره کردم، خب جالبه که 88 تو 2009 اتفاق افتاد، یعنی درست یک سال قبل از این فاصله که ما داریم بررسی میکنیم، و درست بعد از بحران 2008 اتفاق افتاد. و یادمون نره که دنیا رو بهت زده کرد، یعنی من یادمه 88 که نگاه میکردم از CNN و الجزیره و نمیدونم BBC و همه اینا تا چند روز اصلا همه خبرگزاری بوسته بودن که چطور ممکن، چون به نظرم اون یک نقطه عطف بود، نه در سطح ایران، در سطح جهان، که یه اتفاق جدیدی داره میفته. اون وقت بود که صحبت های انقلاب های تویتری و انقلاب های فیسبوکی و اینا مطرح شد و نقش سوشیال مدیا توی انقلابات و اینها مطرح شد، و بعدش ما بهار عربی داشتیم و بعدش هم جنبش اشغال داشتیم و همینطور این گور گرفت، از ایران شروع شد و گور گرفت. میخوام بگم نقش ایران رو، حالا من هر نظری داشته باشم، یه فاکت ابجکتیو، هر کسی میتونه ببینه که در واقع شروع کننده انقلاباتی که ما ازش الان صحبت کردیم، انقلابات بهار عربی، از ایران شروع شد. و میخوام بگم که ایران همچنان مرکز این انقلاباته به خاطر اوضاع احوالی که ایران داشت. ببینید، شما از داعش صحبت کردید، مردم ایران از سال 57 و 58 با داعش روبرو هستن و باهاش جنگیدن، 30 خردادا دیدن، نمیدونم اعدامهای 67 دیدن، چیزایی که جاهای دیگه هنوز مردم ندیدن، و تجربه سیاسی خیلی غنی دارن. و اوضاع ایران در این حال مبارزه طبقاتی جلوتر رفته، طبقه کارگر خیلی به نظر من آگاهی داره، شوراها رو دیده. من فکر نمی‌کنم هیچ کجای دنیا هیچ طبقه کارگری امروز اومده شعار اداره شورایی رو مطرح کرده، اصلا گام‌ها جلوتره. و بعد اپوزیسیون متشکلی داره، چپ توش متشکله، یه حزبی مثل حزب کنسکارگری وجود داره که خیلی روشن میدونه چیکار باید بکنه. میخوام بگم ایران جایگاهش، میخوام خیلی خلاصه جواب بدم، میتونه یک نسخه، یک راه حل به کل دنیا بده. یعنی اون انقلابات بهار عربی که شد و به پیروزی نرسید، تو ایران انقلاب علیه جمهوری اسلامی میتونه به پیروزی برسه، به این معنا که خود مردم سرنوشت خودشون رو به دست بیارن. و اگر این کار رو بکنه، یک الگوی جهانی خواهد داد به همه مردم دنیا. بله. من نظرم این نقش تعیین کننده و تاریخی رو میتونه اوضاع ایران ایفا بکنه. فاتح بهرامی، ایران چه ویژگی داره، چه هنری داره که میشه گفت که میتونه مثلا فرق بکنه با مثلا با خاورمیانه، با انقلابات عربی یا مسائل اینچنینی؟ ویژگی جامعه ایران چیه؟ بفرمایید.
خب قبل از جمهوری اسلامی دو تا انقلاب تو اون جامعه به اصطلاح نقش مهمی داشته، یکی انقلاب مشروطیت داشتم اساسا مهمتر از اون انقلاب 57. انقلاب 57 در واقع به یه معنا چپ و کارگر و سوسیالیسم رو آورد جلو. کارگرا تو این انقلاب خواهان شرکت توی قدرت بودن، منتها خب حزب سیاسیش وجود نداشت و حال جریان اسلامی به کمک امریکا و کشورهای غربی و گوادلوب تونستن به حال سوار اون انقلاب بکنن، به شکست بکشن. اون بحث جداگانه‌ایه، ولی نقش اون انقلاب برای چه خودآگاهیشون تو جامعه چه خواسته هایی داره و بیاد به اصطلاح در مقابل توحش حکومتی ها بیسته تأثیر مهمی داشت علی رغم تلفاتی که داشت. و بعدش هم توی دوره جمهوری اسلامی تو تمام این 30 سال یه مبارزه در عرصه‌های گوناگون علیه جمهوری اسلامی در جریان بوده که به هر حال مردم دارن مرتباً علی رغم تلفاتی هم که میدن جریان‌تر دارن پیش میرن و نقش سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها و مشخصاً حزب کمونیست کارگری هم تو این قضیه نباید فراموش بشه، یه فاکتور خیلی مهمیه. یعنی حتی امروز اگر یه مقایسه بکنید با دوره انقلاب 57 که موقع مردم میگن میگفتن شاه باید بره، الان علاوه بر این که میگن جمهوری اسلامی و مذهب و اینا باید بره، مردم نشون به مسائل مختلف در واقع معادل اینی که چه چیزایی هم میخوان، از نگفتن به اعدامش بگیر، نگفتن به اینکه کودک نباید به اصطلاح آزار ببینه، به اصطلاح کودکان کار داشته باشیم، تا مسائل مختلف و خواسته هاشون توی ابعاد مختلف دارن میگن. این نشانه اینی که مردم در واقع در متن مبارزه شون الان بسیار روشن‌تر و آگاه‌ترن و این ویژگی میده که انقلاب اگر به اصطلاح بتونه به جلو بره، پیروزی این انقلاب در واقع دست به چیزی پیدا میکنه که میتونه بشه به الگو برای منطقه و برای همه جاهای دیگه. بله بهرام سروش، در مقابل ما 98 داشتیم که واقعا بین حکومت و مردم خون قرار شد. یعنی حکومت در همون اولین روز اعتراض مردم مستقیما به جوانای 15 ساله، نوجوانان 15 ساله تا 20-30 ساله رو که عموما این 98 رو خلق کردن شلیک مستقیم کرد و کشت. تأثیر این حرکت انقلابی و این خیزش انقلابی 98 در آینده ایران به عنوان یک قطبی که میتونه به قول فاتح برامی و مصطفی صابر تو منطقه و تو دنیا تأثیر رنسانسی داشته باشه رو چطور میبینید؟ بله، فقط من قبل از اینم یه اشاره خیلی کوتاهی توی جمله بکنم که در رابطه با نگاه بکنیم مثلا انقلاب مصر چرا شکست خورد، اینکه در رابطه با اینکه چرا یه حزب سیاسی نه فقط حضور داشته باشه بلکه برای مدتی تو اون جامعه کار کرده باشه. یه ویژگی جامعه ایران اینی که یه حزبی بوده که در از 30 سال گذشته کوبیده به یه گفتمانی یا شرایطی رو عملا به وجود آورده که و نقشی داشته در به وجود آوردن شرایط خیلی ویژه‌ای و در این حی و حاضر هم وجود داره در این شرایط. حالا این مربوط میشه به آبان 98 که در حقیقت اگه نگاه بکنیم یک جوری پیوستگیشو اگه برگردیم به 88 میبینیم که چطور مردم در سطح خیلی وسیع اومدن گفتن جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و اینکه این موسوی بهانه است. بعدش میبینیم که در دیماه 96 مردم عملا اعلام کردن که جریان اصلاح طلب تموم شده، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. و آبان 98 در حقیقت دست به کار پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی شد، دست به کار به زیر کشیدن این حکومت شدن و این ویژگی آبان بود که نشون داد که جمهوری اسلامی چقدر ترسیده که دست به چنین کشتار عظیمی زد. و در این حال ویژگی 98 این بود که مردم در سطح خیلی وسیع اومدن جلو و دست به تعرض زدن، بانک ها رو با آتش کشیدن، به پایگاه های نظامی حکومت، به دفاتر بسیج، به دفاتر امام جمعه ها حمله کردن و حتی صحبت از این بود که مردم گفتن جاهای اسلحه میخواد، کنترل محلات به دست گرفتن که الان
خود حکومت داره سعی میکنه که رو محلات بتونه یه خاک سرش بریزه. میخوام بگم که این خودش به نظرم یه شروع یه جدال عظیمیه که تنها نتیجهش میتونه به زیر کشیدن این حکومت باشه. جمهوری اسلامی روزهای آخرشو یه جوری اون شمارش معکوسش آغاز شد با آبان 98. من یه سوال دارم، میخوام هر ستاتون به این سوال بپردازید. این 10 سال رو با افتخیزها، با بلایا، با گرسنگی 2 میلیاردی انسانها، گرسنگی مطلقشون که آکسفام اشاره میکنه، ما پشت سر گذاشتیم. این 10 سال رو، این 10 سال ما مهاجرت ده ها هزار نفره و صد ها هزار نفره آدم هایی که فقط یه لباس پوشیدن به تو دریاها غرق شدن و وقتی کاپیتان های کشتی نجاتشون دادن، همون کاپیتان ها محاکمه شدن تو این کشورهای به قول معروف فخیمه اروپایی، ایتالیا و جاهای دیگه، از اینکه انسان ها رو از دریا نجات دادن و به خشکی رسوندن محاکمه شون کردن. ما اینا رو داشتیم. دنیای از یه طرف سیاه، تاریک و بدون امید. سوال من از مصطفی صابر از شما اینه که امید سوسیالیسم در دنیا، در قلب آمریکا و در قلب تمام کشورهای اروپایی، امید به سوسیالیسم چقدر پا گرفته؟ به نظرم خب تو این دوره که دوره چیزای سیاهش رو شما گفتید، ولی چیزای امید بخشش رو قبلا صحبت کردیم. خب تو همین دوره ما برای مثال توی همون آمریکا و اروپا شاهد عروج جنبش اشغال بودیم که میگفت اشغال وال استریت و میخواست وال استریت رو سرنگون کنه و جاش چه میدونم تصمیم گیری بلافصل مردم، شهروندا اینا رو بذاره. تو همین دوره ما دیدیم که برای مثال فرض کن برنی ساندرز، که خب من سوسیالیسمش با مال من خیلی فرق داره و اون یه سوسیال دموکراسیه که دوره خودش تمام شده، اومده میاد میگه، ولی اینکه میاد میگه من سوسیالیستم تو آمریکا اصلا سابقه نداشت، کسی جرئت نداشت قبل از برنی ساندرز بگه من سوسیالیستم، یه دونه رأیم بیاره اینا. یا حتی جرمی کوربن با وجود همه مواضع اشتباه و عوضی و ارتجاعی که بعضن داره، ولی با این وصف اقبال به اون نشون داد که یک جریان چپ توی جامعه انگلیس وجود داره. توی اسپانیا و توی چنم یونان و تو همه این جوجا هم این جریانات. میخوام بگم چپ تو این دوره هم چپ بیشتر مطرح شده، منتها به نظر من نقطه امید اصلی واسه من به هر حال به عنوان کسی که باعث بکنس کارگری ایران دارم کار میکنم و عرصه فعالیت تو ایران هست، من فکر میکنم که نقطه امید اینه که ما بتونیم توی ایران جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، به قول کارگرای شرکت هفت‌تپه اداره شورایی رو برقرار کنیم، مردم اختیار خودشون رو به دست بگیرن و این امیدی باشه و الگویی باشه واسه تمام دنیا، به خصوص واسه عراق و لبنان و ترکیه و بقیه دنیا. به نظرم این آرزوی منه که ما بتونیم این کار رو بکنیم. برامی شما اگه بهتون بگن که آیا امید به سوسیالیسم تو دنیا در همین پایان این دهه‌ای که ما پشت سرش می‌ذاریم قوی تر شده، دست یافتنی تر شده، ملموس تر شده، واضح تر شده، چه می‌گید؟ به نظر من اولین نکته‌ای که اینجا مهمه برای مثلا پاسخ به چین سوالی اینه که خب به هر حال پیشگویی که نمی‌خوایم بکنیم، این به اصطلاح حرکت آدم ها و انسان ها تو جامعه بستگی داره و امروز دنیا داره نشون میده خیلی هم واضح، انسان خود به خود، انسان کارکن و زحمتکش تو این جامعه خود به خود تو دامن راست نیست، آزادی میخواد، زندگی بهتر میخواد، در نتیجه میخواد به اصطلاح از این فشاری که امروز بهش هست رها بشه. این خصوصیت آدم هاست به طور کلی و همین به اضافه این که امروز داره به چشم همه مردم میبینن که کشورهای مختلف سرمایه‌داری دارن شکستشون رو به مردم نشون میدن، دارن دزدی‌هاشون جلو چشم مردم به اصطلاح رو میشه با این مدیای اجتماعی و کاری که امثال اسنودن و این جریانات کردن، الان از چشم مردم پنهان نیست تمام توحش این نظام علیه مردم و از جیب مردم. در نتیجه آگاهی به نسبت وضعیت مردم و حقوقشون خیلی بالاتر رفته و
همین هم هست که شما میبینید که توی قلب امریکا که یه زمانی به اصطلاح مکارتیسم اونجا حکم رانده، یکی مثل برنی سندرز میاد بالا و یا تو جاهای دیگه، هم راست از اون ور داره جریان دست راستیشو پوش میده، جامعه هم داره جریان چپش میبره جلو. در نتیجه خیلی واضحه که چپ قوی خواهد شد، منتها برای به پیروزی رسوندن به احزابی نیاز داره، به سازماندهی نیاز داره، به رهبری نیاز داره که بیفتن جلو. که همونطوری که گفتیم الان توی ایران توی موقعیت متفاوت به خاطر یه حزب مهمی تو اونجا هست و من فکر میکنم که هرچی جلوتر بریم این ترند توی کشورهای مختلف دنیا به اصطلاح جدیتر میشه، ضمن اینکه راستم داره تلاش خودش رو میکنه. من فکر میکنم اگه بخوام پاسخ سوالات در آخر با توجه به این نکات بگم، این امید امروز بیشتره با توجه به اینکه باید براش جنگید. بهرام سروش، امید به سوسیالیسم، تغییر در اروپا به عنوان یک قطب بسیار مهم به تغییر در دنیا رو چجوری میبینیم؟ اگه یاد شما که میدونید و یادآوری بکنم، وقتی حتی جرمی کوربین وقتی اومد و رهبری حزب رو گرفت، مثل یه چیز باور نکردنی بود، ولی همزمان میلیون ها جوان بهش به این حزب پیوستن از موزه چپ و رادیکال. امید به پیروزی سوسیالیسم واقعی، لغو کار مزدی، بردگی مزدی رو در اروپا چقدر شما ماتریالش رو چقدر فراهم میبینید؟ بفرمایید. خب اون شواهدی که مصطفی صابر و فاطمه برامه اشاره کردن، اینا زمینه های عروج سوسیالیسمه و اون امیدی که شما صحبت میکنید. در این شکی نیست که مردم در بعد خیلی وسیع دست به کار نفی نظام شدن و رادیکالیسم و چپگرایی و خواهان سوسیالیسم بودن افزایش پیدا کرده. در این حال اینا زمینه است. به نظر من هنوز ما کار داریم که تا شکل‌گیری احزاب عمیق مارکسی کمونیست کارگری که بتونه عمیقا بشناسه این وضعیت رو و بتونه نمایندگی بکنه این جنبش رو. ببینید مردم تو جریان انگلیس وقتی که جرمی کوربین اومد یه پرچمی رو بلند کرد، این در دسترس ترین چیزی بود که اینو مردم قاپیدن، چپ جامعه قاپید اونو بزرگش کرد. شما فکر میکنید که شما اینو در نظر بگیرید که جریان کمونیستی رادیکال این اگه حضور داشت، به نظر من میرفتن به اون سمت و این چیز غیبتیه که ما شاهدش هستیم. و منم با مصطفی صابر کاملا موافقم که وضعیت چیزی که برای ما راستش خیلی امید بخشه وضعیت تو ایران، یعنی وضعیت، یعنی اون رادیکالیسم انقلابیگری و وجود حزب کمونیست کارگری تو ایرانه و دورنمای یه انقلاب کمونیستی تو ایران، دورنمای این که از شر این وضعیت رها بشیم، نه تنها اون جامعه رو آزاد بکنیم، بلکه این سرمشقی میشه، یه الگوی انسانی میشه برای نه تنها خاورمیانه، برای بقیه دنیا. یعنی یکی از مهمترین وقایع تحولات قرن 21 به نظر من انقلاب سوسیالیستی کمونیستی کارگری توی ایرانه که من خیلی به اون امید دارم. خیلی ممنون، مرسی که در این برنامه شرکت کردید، واقعا خسته نباشید. بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه میزیگردمون رسیدیم. مهمانان برنامه‌مون مصطفی صابر، فاطمه بهرامی و بهرام سروش از رهبری حزب کمونیست کارگری ایران بودند که به 10 سال گذشته از 2010 تا 2020 ما اینجا بحث کردیم و بهش پرداختیم. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم.